روش خونسا کردن تله های سمی و تله های ریزشی در مورد این نوع سازه که حالت پلوم به اینها با ملات ساروج و سنگ هست که در اغلب غارها و تونیل ها میاد. دوستان عزیز حتما باید از یک چوب یا یک تیکه فلزی استفاده بکنید. قسمت های بند ساروج رو کم کم نم نم اون رو تخریب بکنید که لااقل تله فعال نشه. اگرم فعال بشه این قسمت ورودی رو مسدود نکنه. شما باید اینجوری قسمت بالا رو کم کم بردارید تا وجود اون گاز سمی که در قسمت بالا ترشح کرده کم کم بیرون بیاد و شما به راحتی بتونید این ورودی رو باز بکنید. حتما باید از تیک فلزی یا همین چوبی که شما استفاده میکنید حتما این کار رو انجام بدید، چون اگر اینجوری نباشه با دست به اینها بزنید 100% دچار تله میشید. تله سمی هست چون آغشته شده و ترشح کرده و بین سنگ ها حالتشون تغییر کرده و دست شما یا حالت اکسیژن دچار مشکل میشید و خدای نکرده. با تشکر فراوان.